با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، بینندگان عزیز من سلام، خوش آمدید به خبرگستری دیگر از شبکه تلویزیونی استقلال. در برنامه امروزی قرار هست در رابطه با تشنج‌های پاکستان صحبت بکنیم. اوضاع سیاسی پاکستان و همچنین اوضاع امنیتی پاکستان یک سری از مسائل بسیار مهم بوده که این روزها سرخط رسانه‌ها و خبرهای جهان قرار گرفته. این مسئله مهمی هست، تقابل یک حزب با ISI به طوری که الان حزب خودش را غالب هم می‌بینه یکی از اموری هست که بی پیشی نبوده در تاریخ پاکستان و این مسئله یک مسئله بسیار مهم و نیاز به واکاوی بیشتر داره. از جانبی هم پاکستان عملاً در سه جهت و در سه جناح وارد جنگ شده و درگیری‌های بسیار زیادی هم جریان داره، درگیری‌های نظامی و همچنان در کنار او درگیری‌های سیاسی که همگان را شگفت زده کرده. در این برنامه صحبت خواهیم کرد با جیلانی فرهاد، روزنامه نگار از آلمان. آقای فرهاد سلام به شما، ممنونم که وقت گذاشتید به برنامه. صحبت از پاکستان هست، کشوری که سالهاست در درون افغانستان در اوضاع سیاسی، در اوضاع امنیتی، در اوضاع اقتصادی افغانستان تاثیرگذار بوده، اما حالا خودش با مشکلات بسیار زیادی درگیر هست. مسائل اقتصادی پاکستان یکی از مهمترین مسائل هست، از جانب دیگه مسائل سیاسی و پلیتیک پاکستان همچنان با مشکل خورده، از جانب دیگه هم از لحاظ امنیتی باز هم به مشکل خورده و مشکلات زیادی آیده حال این کشور شده. شما فکر میکنید عامل اصلی تشنج در پاکستان چه هست؟ چه دلیلی داره که پاکستانی که من جمله یکی از کشورهای ابرقدرت منطقه هست و دارای سلاح هسته‌ای اکنون وارد چنین تشنجی شده؟ به نام خدای پاک و متعال، عرض سلام ادب احترام خدمت شما و از طریق شما خدمت هموطنان عزیز و بیننده های محترم برنامه شما. برعکس او خوشبینی که در بین بسیاری از مردم از ناحیه ایجاد تشایعی در پاکستان به وجود آمده، ما چند خوشبین به وضعیت کنونی در داخل افغانستان نیستم و به داخل پاکستان نیستم و به باور نیستم که جاد تنش و جاد تنش کشورهای خواهی بکنه جایی که حاکمان کنونی وابستگی چیزی و علاقه فراوانی با حاکمان گذشته حال و بخشای مختلف پاکستان داشتن میتونه تأثیرات بسیار نگواری بر وضعیت داخلی افغانستان داشته باشه. همان گونه که شما اشاره کردین، در کنار مشکلات داخلی، مخالفت های طالبان پاکستانی با حاکمان پاکستان و همچنین بحران بسیار جدی اقتصادی که دامنگیر پاکستان بود، در کنار از اون ایجاد جنین تنش که بدون شک حلقه های بیرونی در داخل منطقه، کشورهای منطقه و همچنین جهان در اون دخیل هستند، میتونه بر مقاومت اوضاع به شک در پاکستان بیفزایه و این کشور به سمت پیش ببره که باز میتونه پیامدهای بسیار ناگوار در آقای فرهاد، صحبت از این هست که پاکستان با سیاست‌های آمریکا نساخته، چقدر میتونید که بگید که عامل اصلی این عدم سازش با آمریکا هست؟ مشکل از آنجا شروع شد که بعد از بخاطر رسیدن عمران خان در پاکستان، به گونه سیاست خارجی پاکستان بسیار هویدا به سمت کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقوی تمایل و چراغ سبز نشان داد و این به شدت سبب مخالفت‌های علنی و غیر علنی نظامیان پاکستان شد و گونه دودستگی به وجود آورد. از آن جایی که نظامیان در پاکستان حرف اول در طول سالیان گذشته حتی در عرصه سیاسی زدند، عمران خان در طول مدت حاکمیت و بعد از او با هدف قرار دادن حیثیت و اعتبار نظامیان و برملا ساختن نقاط ضعف و همچنین فسادی که در دستگاه نظامی پاکستان به وجود داشت، در صدد این بود تا بتونه جایگاه نظامیان تضعیف بکنه. متاسفانه سیاستی که با محاسبات غلط نتیجه خوب نداد و تنش‌ها افزایش داد. از طرف با دست بالایی که نظامیان در سیاست و امور داخلی پاکستان داشتند، به گونه مالی تداوم حضور عمران خان و تیم از او در دستگاه حاکمه شدن به نتیجه شما دیدیم. و همچنان نباید ما فراموش کنیم که دستگاه سیاسی و دستگاه امنیتی و نظامی پاکستان به گونه کاملا مجزا اینا وابستگی های جدی با کشورهای منطقه و جهان دارند. به گونه مثال دست بالایی که نظامیان در
حوزه های مختلف دارن می در نتیجه این حمایت های دوامدار کشورهای غربی هم در پیش پاکستان در طول سالیان گذشته بوده و همچنین ایجاد توازن بین قدرت های هسته‌ای منطقه به گونه تمایلاتی که هند با کشورهای منطقه دارد و همچنین پاکستان با کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا دارد، همیشه سیاست و نظامیگری در پاکستان از هم مجزا داشته و حتی این نظامیان بودن که حرف آخر به تعیین کننده در خیلی از مسائل سیاسی زدن و حتی با کنار زدن حکومت‌های منتخب در پاکستان سبب از این شدن که موازنه قدرت رس بشه و بگونه سیاسیون اعمال صلاحیت رو مطلق نداشته باشند. حالا هم در چنین شرایطی از طرف وضعیت جنگ اوکراین و مشکلات امنیتی کشورهای منطقه را به گونه نظامیان پاکستانی و همچنین تصمیم گیری های سیاسی پاکستان به گونه این تنش و این دامن این تنش بیشتر افزایش شده و سبب شده که این بحران بیش از پیش عمیق‌تر بشه و همچنین پهنای بیشتر از او به بیرون درک بکنه و وضعیت بیانه که گاهی دستگاه عطی غذایی پاکستان هم در او استقلالیتی که در گذشته ایمان می شده رو ببینیم آن ایمان نمی کنه با یک گام به جلو و دو گام به عقب به گونه می خواهی عمل بکنه که جایگاه خود حفظ بکنه و نقش تعیین کننده در حل و فصل تنش‌ها داشته باشه. آقای فرهاد، صحبت ما در رابطه با ارتش هست، یک مسئله بسیار مهمی هست. ما قطعا ایرا شاهد هستیم که در طول تاریخ پاکستان محمد علی جناح اولین کسی که آمد و استقلال پاکستان را به دست آورد و ادعاهای زیادی هم بر مقابل هند داشت و رزمید برای استقلال پاکستان، او هم با همین قدرت ارتش به میان آمد. اما همیشه و همیشه این ارتش بوده که در درون پاکستان سیاست گذاری ها را تعیین کرده و یا هم حکومت ها را برهم زده یا حکومت جدیدی را تشکیل داده. ما شاهد کودتاهای نظامی زیادی بودیم در درون کشور پاکستان، کودتاهای سفیدی که انجام پذیرفته که تانسته رئیس جمهورهای جدید رو معرفی بکنن و خواست وزیرهای جدید رو معرفی بکنه. از او قبل میتونیم پرویز مشرف را اشاره بکنیم بهش، در کنار از او بسیار از افراد دیگه. اما این تنش بین عمران خان پیش آمد و نظامیان و ارتشی ها، فکر میکنید که دلیل این تنش چه بود در حالی که عمران خان میتونست با کنار آمدن با نظامیان و ارتش پاکستان حکومت خودش را بقا بده و عدم سیاست گذاری بر علیه ارتشی ها برای خود به عمران خان مفید واقع بشه؟ فکر میکنید دلیل چه هست که عمران خان چنین نظری را داره و میخواد در مقابل ارتش استاد بشه و افرادی که در رتبه های بلند ارتش هستن را تضعیف بکنه؟ اما کنه که شما تذکر دادین قبل از جنرال اونان یک حاکم مستبد و نظامی مطلق سالها در حکمرانی سیاست در طول سالیان اخیر هم پیدا شد. اما شما دیم باید چیزی هایی که عدود شد و سبب از این شد که بسیار استخبارات فرد به گونه تحریزی برنامه ترور داشته باشه که سبب خصف اومد و از سیاست نظامیگری احسان شد. در کنار از این دلیل سالهای اخیر فرنس مشرف همون گونه که شما اشاره کردیم خود بیدون که وضعیت پاکستان به چگونه کنترل کرد و چگونه وضعیت رساند. حالا هم در شرایط کنونی وقتی که عمران خان با توجه به شناختی که از امور داخلی پاکستان داره و حراسی که از احتمال کودتا یا احتمال انتقامگیری ارتش داشت، افشاگری های را آغاز کرد که به گونه میخواست جایگاه و جایگاه نظامیان در سیاست و در تصمیم‌گیری را کاهش بده که متاسفانه این سیاست از او سیاست مناسبی نبود. از نباید ما فراموش بکنیم که تمایل عمران خان در طول دوره زعامت خود به کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین نشان داد، این سبب شد که یک گونه نگرانی در بین نظامیان به وجود بیاید. پاکستان در ابعاد مختلف و کشورهای منطقه از جمله چین روابط بسیار تنگ و تنگ اقتصادی و همچنین امنیتی و سیاسی دارد، در حالی که ارتش خود متمایل به غرب میدانه بیشتر سیاسیون در سطح پاکستان میخواهند در سطح منطقه همگرایی ایجاد بکنند و این تضاد دیدگاه سبب میشه که اختلافات جدی ظهور بکنه و چنانچه ظهور هم کرد. حالا هم نقش تعیین کننده میدونه که دستگاه عدلی قضایی پاکستان در وضعیت کنونی داشته باشه
و به گونه حد وسط وقتی انتخاب بکنه و بتوانه از این تداوم تنش جدا کنه، شاید یک وضعیت به سمت بهبودی در حرکت باشه. اما در قید از رو وضعیت پاکستان در مسیر به پیش خواهد رفت که از یک طرف نگرانی منطقه و جهان به خاطر موجودیت صدای اصلی و از طرف دیگه ناامنی در کشورهای منطقه سبب میشه که منطقه مثل مهمات یک انبار مهماتی که هر از امکان انفجار از وجود داره عمل بکنه. به این نگرانی سبب میشه که خیلی از کشورهای منطقه هم دست به سیاست دیپلماسی بزنن و جلوگیری بکنن از تنش. اما در حال حاضر با توجه به این که موضع محکمی که دستگاه غذایی پاکستان داشته، من فکر نمی‌کنم که وضعیت از این هم عمیق‌تر و بحرانی‌تر باشه. اما بحران‌هایی که شکل گرفته ماها را از او در کوتاه مدت بسیار سخت است، با توجه به این که طور پاکستانی حالا بیشتر در حال مانور دادن در ایالات مرزی هستند. بله، صحبت در رابطه با مناطق مرزی هم شد. این مسئله بسیار مسئله مهمی هست. یکی از تحلیل هایی که این روزها روی دست هست همین قضیه یک کمربند یک جاده چین هست که سیاسیون پاکستان با او موافقند، اما ارتشی های غربگرای پاکستان با او زیاد موافق نیستند و بیشتر دنبال ازی هستند که منافع آمریکا و کشورهای غربی تامین بشه در درون پاکستان. با این حال یک تشنج بسیار زیادی هست در هر جایی که قرار بوده نقشه راه یک جاده یک کمربند چین باشه. الان ما شاهد درگیری هستیم، این مقوله یک بس مقوله مشهود شده برای همه. آیا فکر میکنید که این جنگ افروزی ها در درون پاکستان باز هم یکی از عوامل بازدارنده عملی شدن یا عملی نشدن، اگر درست تر بگم عملی نشدن پروژه یک کمربند یک جاده باشه؟ متاسفانه با وجودی که ادعاهای مبنی بر ابرقدرت بودن پاکستان در سطح منطقه از نظر نظامیگری با توجه به دسترسی داشتن به صلاحیت عمومی وجود داره، در عرصه داخلی سیاست های ضعیفی از سوی سیاست مداران پاکستانی اعمال شد و همچنین به گونه فساد گسترده که در دستگاه حاکمیت وجود داشت بحران اقتصادی در پاکستان رقم زد. و این بحران اقتصادی سبب این شد که وابستگی بیشتری از سوی بخشای مالی و اقتصادی پاکستان به کشورهای منطقه به وجود رای عجب به کشور چین که در طول سالیان گذشته روابط مسکن به بخشای اقتصادی ترانزیتی و حتی ترانسپورتی پاکستان ایجاد کردن. و این دقیقا این تمایل با تمایل و به افزایش همکاری های اقتصادی و به طبع از اون میتونه که تداوم از اون همکاری های نظامی در پی داشته باشه سبب واکنش جدی کشورهای منطقه و کشورهای جهان شد. اما گونه که قبلا هم اشاره روی شد، نظامیان پاکستان و دستگاه نظامی پاکستان به شدت به ایالات متحده آمریکا وابسته هستند. در طول سالیان گذشته کمک های وافق در حوزه های مختلف از جمله زیر نام مبارزه با مصفقه از ایالات متحده آمریکا دادند و گونه همین همکاری و تاکنون هم ادامه داره. و وقتی که بحث اختلاف بین سیاسیون و نظامیان به وجود میاد، تنها بحث اختلافات فردی نیست، بلکه منافع حق و شرط در پاکستان مطرح میشه و این سبب میشه که این تنش‌ها هر کدام تلاش بکنن که منافع یک جریان دیگر را سیب بزنن و در حقیقت منافع کشورهای حامی را تامین بکنن. همون گونه که در طول سالیان گذشته ثابت شده هیچ تحولات منطقه‌ای چه در افغانستان، چه در ایران، چه در پاکستان و یا در سایر کشورهای آسیا میانه، اینا تنها بود داخلی نداشته، دست بالا تحولات مداخلات بیرونی بوده، مداخلات پنهان، مداخلات آشکارا و در خیلی از موارد دیپلماسی های بسیار قوی که از سوی کشورها مطرح شده سبب خلق چنین بحران های شده. حالا هم در موضوع منافع چین و تضاد منافعی که با ایالات متحده آمریکا داره میایی که وابستگی عمیقی که میتونه به روسیه پیدا بکنه، اینا همه سبب میشه که تنش‌ها بین سیاسیون و نظامیان افزایش بده. و دقیقا عمران خان هم با افشاگری های مبنی بر فساد نظامیان تلاش میکنه که جایگاه نظامیان لطمه بزه که به این هدف خود نرسید، اما تا اکنون تانسته با این افشاگری ها محبوبیت بسیار بالایی به وجود بیاره. اما تمام همون که قبلا هم
میشه تمام ما اوکنون در این بزرگ چی گونه تعامل پاکستان در این موضوع به وجود میاره، آیا سبب خلق بحران دیگه میشه یا اینکه با توجه به مشکلاتی که وجود داره این بحران به گونه حل میکنه که تنش ها کاهش پیدا کنه؟ بله، اگر تنش ها کاهش پیدا بکنه، حالا که باید یک طرف پیروز باشه توی از این قضیه، این مقوله یک مقوله جدایی هست که پیروزی در درون دستگاه دیپلماسی و نظامی پاکستان را بیننده باشه. اما از هم مهمتر روی بحثی بود که شما بهش اشاره کردید، اما فکر میکنم گذرا، اما دستگاه های استخباراتی جهان وارد چنین مسئله شده. اگر چنین چیزی رو بگیم، قطعا دستگاه اطلاعاتی چین وارد این قضیه پاکستان شده، دستگاه اطلاعاتی آمریکا که سال هاست در اونجا هست و قطعا داره کار میکنه، هماهنگی بسیار نزدیکی هم با اس آی داره سی آی ای آمریکا. در کنار او کاگبه روسیه هم قطعا وارد شده، دستگاه اطلاعات ایران هم ممکنه وارد شده باشه، همچنان کشورهای ابرقدرتی که در منطقه وجود دارن، مخصوصا کشورهای عربی را هم باید مد نظر بگیریم توی این مقوله. فکر میکنید در اینجا تا اکنون که اوضاع متشنج شده در درون پاکستان، میدان اصلی به نفع چه کسی هست، به نفع کدام کشور؟ الان با این حالتی که میبینیم، شهباز شریف را عملا عمران خان گفت که آمریکایی هایی را منصوب کردن من حیث خست وزیر این کشور، از جانبی هم به خود عمران خان بارها و بارها دستگاه های متفاوتی انگ های متفاوتی زدن، از جمله این که توسط روسیه کنترل میشه و از روسیه مشورتش رو میگیره و یا هم مطیع چین هست. چنین مسائلی بارها و بارها مطرح شده. با این حالت فکر میکنید الان کدام دستگاه تانسته غالب باشه با وضعیت کنونی پاکستان در درون این کشور و اوضاع این کشور؟ اخیر در موضوع پاکستان منافع کشورهای منطقه و جهان میزنند، به هیچ عنوان نمیتونه منافع ملی پاکستان ملاک تصمیم گیری قدرتهای منطقه و جهان باشه، در صورتی که تعامل مثبت و توافق بین کشورهای جهان در موضوع پاکستان به وجود بیاید طبیعتا میتونه که افزایش پیدا میکنه. همان گونه که در طول سالیان گذشته در افغانستان گروهها جریانها نظامها به عنوان ابزار دست دیگران استفاده شدن، در پاکستان هم چنین سیاست و معامله در حال عملی شدن هست. وقتی که دستگاه عدلی قضایی پاکستان به عنوان یک نهاد مستقل مطرح میشه که میتونه تصمیم گیری از او ملاک باشه در حل تنش و مشکلات در سطح پاکستان، و به گونه وابستگی بسیار عمیق و جدی خود دستگاه عدلی قضایی پاکستان هم به قطع وجود داره و این ما نمیتونیم نادیده بگیریم. به طبیعتا وقتی که بعض کشورهای منطقه‌ای و کشورهای جهان مطرح میشه، در این چی هست که دستگاه عدلی قضایی پاکستان میتونه تصمیم گیری و نفع کشورهای غربی داشته باشه، اما به صورت ما آنچه که در طریق رسانه ها و همچنین از طریق فضای مجازی وضعیت پاکستان پیگیری میکنیم و دنبال میکنیم، اینا بخشی از این سناریوهایی هست که به بیرون بحث میکنه. در پشت پرده بحث منافع کشورهای منطقه به گونه جدی مطرح هست و ما نمیتونیم در این موضوع مردم افغانستان، مردم پاکستان یا جناح ها کدام یکی دارن که موفق باشن و موفق عمل بکنن. در این جهت باز تفاوت کشورهای منطقه و جهان میتونه در حل مشکل پاکستان به گونه دقیق مؤثر باشه که وقتی کشورها با سر منافع خودشان به توافق رسیدن و دست از مداخله برداشتن، اصل روال دیگه میشه. در غیر از صورت اگر بحران هایی که در منطقه و جهان وجود داره، تنها بحث انرژی یا بحث جنگ اوکراین مطرح نیست، بلکه فراتر از اون بحران هایی که در میگه که در سطح جهان مطرح هست، اینا همه یکی به یکی دست به دست هم دیگر بدن تا دیگر میدهند تا به گونه تامین کننده منافع کشورهای مطرح جهان باشه. بله، صحبت ما رسید به یک مسئله مهم دیگه، دستگاه عدل قضایی رو شما مطرح کردید. این مسئله هم مسئله مهمی هست. بسیار از تحلیلگران تصمیم آخر دستگاه عدل قضایی و لوی تمام اصل اگر به صورت کلی صحبت بکنیم، رئیس قوه قضاییه پاکستان را موضعش را نزدیک به عمران خان دانستن و اینکه با عمران خان انگار رابطش بهتر هست تا شهباز شریف، طبق این دستوری که دستور آزادی که برای عمران خان داد، این مسئله مبرهن‌تر شد. فکر میکنید با چنین اوضاعی که دستگاه عدل قضایی هم انگار جانبداران عمل کرده و یا هم خواسته قوانین را عملی بکنه، جلوی تشنج را گرفته، این یک مسئله مهم هست، اما نشان دهنده یک شکاف عمیق بین
قدرت ها و یا قوه ها در درون پاکستان هم هست. فکر میکنید که دستگاه عدل قضایی نفوذ ناپذیره و نمیشه که وارد از او شد و بسیار از کشورها ممکن منافعشان را از طریق دستگاه عدل قضایی تامین بکنن؟ اون تحکمی که از دستگاه عدل قضایی پاکستان انتظار میره متاسفانه در قضیه اخیر اعمال نشد و به گونه مصلحت بیشتر مد نظر گرفته شد و این میتونه در دراز مدت جایگاه سیستم عدل قضایی پاکستان لطمه بزنه و چون تمام چشما دوخته شده به عملکرد دستگاه عدل قضایی پاکستان. در این مسئله اخیر به آن گونه که انتظار میرفت دستگاه عدل قضایی پاکستان عمل نکرد و با در نظر گرفتن مصلحت عمومی در پاکستان تونست در اندازه بحران کاهش بده به گونه موقت، اما این میتونه تداوم بگیره و حتی میتونه جایگاه دستگاه قضا را عقب ضربه بزنه و سبب از این بشه که اون اعتماد و باوری که نسبت به دستگاه قضایی وجود داشت و حتی سیاسیون و نظامی ها به او داشتن ای از بین بره. اما در کوتاه مدت موضع‌گیری مصادره پاکستان سبب مطرح شدن موقت بحران شد، اما نباید فراموش بکنیم که این بحران کنونی حل نشده، تضادها و تنش‌ها وجود داره، باز هم چشم‌ها به این دوخته شده که در جریان محاکمه آینده عمران خان نتیجه یا رأی دادگاه چی خواهد بود، آیا با برداشت به اصل شفافیت و بی‌طرفی مدارکی که و شواهدی که از سوی دادگاه ارائه میشه و حکمی که صادر میشه این مورد دستگار عمومه واقعی خواهد شد یا نه، آن زمان هست که ما میتونیم که در این رابطه افراز نظر داشته باشیم. بله، در رابطه با اذهان عامه هم صحبت کردید. ما طی این اواخر شاهد هستیم که عمران خان عملا حکومت را به مزدوری داره توهین میکنه بهش و از جانبی هم انگ مزدوری زده و به نحوی اگر تا هنوز اثبات نشده تهمتی وصل شده، از جانبی هم شهباز شریف دقیقا چنین تهمتهایی را به عمران خان زده. این تشنج یک تشنج بسیار عمده شده با وجود این که عمران خان یک رهبر کاریزماتیک هست و بسیار طرفدار داره در درون پاکستان، حداقل در این اواخر فهمیده شد که میتوانه توانایی داره که پاکستان را به آشوب بکشه و چنین چیزی برای اولین بار هست که در پاکستان رخ میده. اما هر دو انگ هایی را به هم وصل کردن، این مسئله هم مهم است که چقدر آیا در درون پاکستان این نهادینه شده که اذهان عامه اهمیت داشته باشه و مردم تصمیم گیر باشن، چنین چیزی اصلا وجود داشته یا نه، یا مثل کشورهای دیگه در درون آسیا که ما داریم چنین کشورهایی را، مخصوصا حالا کشور خودمان افغانستان که اذهان عامه زیاد اهمیت نداره، بیشتر روی ازی هستن که خودشان قوانین را وضع بکنن، انجام بدن یک سری از کارها را، حکومت ها بیان برن و مردم اهمیت چندانی زیاد نداشته توی این دستگاه های دیپلماسی. آیا فکر میکنید در درون پاکستان از اذهان عامه تأثیر داره؟ در موضوع اخیر آنچه که بیشتر از همه پیدا شد وابستگی جناح عمران خان به جناح حاکم به شرق و غرب بود و این هر یک از این جناح ها با یک شگردی هایی که مطرح کردن بیشتر به گونه یه به جایگاه خود نزده بودن، به گونه بیشتر به جایگاه خود بودن و یه از بایی انتراد نفسی بود در سیاست اداری با پیستان منشنی در سیاست خارجی خیلی از کشورهای منطقه و جهان هست که تو که هم وابستگی ایجاد میکنه از خیلی از منافع خود و از مدام منافع ملی خود گام های به سطح ایجاد فاصله در روابط با کشورهای منطقه و جهان نشان میدن. اما افکار عمر کمک ها یا اینکه پوچه های کلان کشورهای مطرح جهان و منطقه رقم میزنه، ما به هیچ عنوان نمیتونیم نادیده بگیریم که پروژه ها و طرحهایی که حتی همین بحران یک سال اخیر که تظاهراتی که مخالفت هایی که در ایران وجود داشت دست به حمایت های بیرونی و پروژه های بیرونی بسیار بالا بود، در موضوع افغانستان همچنین بحث منافع کشورهای جهان بسیار بالا است، افکار عامه در کشورهای جهان سوم در حال کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ابزار استفاده میشن و بیشتر در تصمیم گیری ها منافع کشورهای منطقه و جهان نقش بالایی دارن و طبیعتاً میتونه بسیار اثرگذار باشه افکار عامه و خلق بحران و کاهش بحران و همچنین استفاده افزاری از فضای مجازی رسانه ها و همچنین احساسات باورهای مردم در انگیزه در ایجاد تنش در کاهش تنش بتونه موثر و مفید باشه. اما تصمیم گیرنده منافع کشورهای منطقه خواهد.
بله، صحبت رسید به یک مسئله مهم دیگه، از جناح‌های درگیر دیگه هم می‌خوایم صحبت بکنیم. این تشنجی که به وجود آمد و این بحران و این شکافی که بین دیپلمات‌ها و نظامیان پیش آمد و از جانبی هم الان که بین خود دیپلمات‌ها هم به وجود آمده در درون پاکستان، فرصت را داده به دو گروه دیگر، یکی بلوچ‌ها و یکی هم تی تی پی. این دو گروه هم بسیار حملاتشان را گسترش دادن، این اواخر حملات بسیار خونینی هم انجام دادن بر علیه نیروهای پاکستانی. ما هر روز خبر از پاکستان داریم که در پاکستان چندین نیروی امنیتی کشته شدن و نشان دهنده این هست که دامنه ناامنی هم گسترده شده. به همون میزان که تشنج سیاسی و دیپلماتیک در درون این کشور جریان داره، تشنج امنیتی هم وجود داره و همه روزه ما شاهد از این هستیم که شاهد درگیری هست و ارتش عملا در دو جناح در حال رزمیدن هست، یکی در کنار روبروی دیپلماتان و عواملی که شما گفتید ممکن خارجی باشه در درون این دیپلماتان، و از جانب دیگه هم عوامل تروریستی یا هم گروه هایی که خواهان حقشان هستن به نحوی خودشان، البته این را مطرح میکنن، در درون پاکستان تی تی پی و بلوچ ها. این دو مقوله مقوله بسیار مهمی هست و جنگ را دامنش را گسترش میده، فقر را همچنان گسترش میده، هرچند صنعت جنگ خودش درآمدزا هست اما برای مردم نه. در کنار او فکر میکنید الان ارتش پاکستان توانایی این را داره که حداقل یک امنیت نسبی را در درون کشور خودش پیاده بکنه؟ و از این جناح ها هم بگید آیا تی تی پی و بلوچ ها قدرت این را دارن که با استفاده از این شکاف سیاسی و شکاف عمیقی که به وجود آمده بتونن حکومت پاکستان را منحل بکنن و من حیث حاکمان در اون کشور در بیاین؟ برعکس، هر گونه فعالیت نظامی و پروگرسی در پاکستان میتونه جایگاه ارتش بسیار بالا بلند ببره و در تصمیم‌گیری ها جایگاه عالی به ارتش ملاقات ببره. اما متاسفانه به هر پیمانه ای که شما شاهد افزایش فعالیت های هندس افغانی یا فعالیت های گروه تی‌پی یا انصار گروه های یا طالبان پاکستانی داشته باشن، به هر پیمانی که افزایش پیدا میکنه میتونه انگوش انقضا در بر حاکمان کنونی افغانستان هم دراز بکنه به گونه اتهام مطرح بشه که با حمایت های حاکمان کنونی افغانستان فعالیت های نظامی گری در پاکستان افزایش پیدا کرده، ولی هم سیاسیان و هم نظامیان پاکستان میتونن از این به نفع خود استفاده بکنن. اما به هیچ عنوان نه طالبان پاکستانی و نه هم گروه های مخالف دیگه میتونن به تنهایی تصمیم گیرنده در اوضاع سیاسی پاکستان باشن، اما اینا به گونه در ایجاد تنش، در افزایش تنش، در خلق تنش و همچنین در بحرانی ساختن وضعیت پاکستان میتونن اثرگذار باشن. و اما باز هم نباید ما فراموش بکنیم که اگر افزایش فعالیت های نظامی در پاکستان مشاهده باشیم، به خصوص اگر فعالیت های پروگرسی به سمت استفاده بشه که بیشتر مردم متوجه قرار بده، در این جگاه هست که جایگاه ارتش به مراتب از وضعیت کنونی بهبود خواهد یافت. و باز هم در سناریوهای ترکیه که مطرح میشه احتمال از این هم داریم که با ارتش پاکستان با حمایت های غیر مستقیم از گروه هایی که در پاکستان مخالف هستند، به گونه به خاطر تثبیت جایگاه خود از اینا به گونه غیر عملی حمایت های رو داشته باشه و با اجرای سناریوهایی که بیشتر به خاطر قناعت دادن افکار عامه عملی خواهد شد، به گونه جایگاه خود تثبیت بکنه. اما به تنهایی نه طالبان و نه هم گروه های نیرومندی مخالف دیگه نمیتونن تصمیم گیرنده در وضعیت کنونی پاکستان. اما آقای فرهاد، مطمئن این یک مسئله مهمی هست که آیا توان این وجود داره در ارتش پاکستان که از جانب شما به نظر شما ممکن که بعضی از گروه ها تحریک بکنه که چنین مسائل را انجام بدن، چنین حملات انجام بشه تا جایگاه خودش را تثبیت بکنه این ارتش پاکستان، اما از جانب این بیم هم وجود داره که ممکن این یک ریسک بزرگ باشه برای ارتش پاکستان که قدرت ناگهانی و بدون ناخودآگاه به دست گروه های دیگه بیفته؟ مثلا بلوچ ها عملا قدرتشان بسیار زیاد شده، تی تی پی پاکستان همچنان قدرتش زیاد شده. آیا فکر میکنید که ارتش پاکستان توان این را داره که جلو در کنار اینکه تثبیت جایگاه خودش را میکنه، کنترل بکنه این فضای امنیت را یا ناامنی ها را کنترل بکنه؟ برعکس، سیاسیون پاکستان که جایگاه متزلزل همیشه داشتن، ارتش پاکستان خط تعیین کننده در جای مختلف زده خواهد زد و به هیچ عنوان نمیتونه فعالیت های هر افغانان لاغل در کوتاه مدت سبب از این بشه که جایگاه ارتش متزلزل بشه یا اینکه گروه های نظامی مخالفین
مسلح حکومت پاکستان اینا به آن اندازه به آن پیمانه اینا مانور بدن تا بتانن قدرت بگیرن، اما جایگاه ارتش به هیچ عنوان تضعیف نخواهد شد. برعکس میتونه که ارتش حرفایی برای گفتن داشته باشه و با شدت عمل در برابر گروه های مخالف میتونه تثبیت جایگاه خود عملا رقم بزنه. تأثیرات نظامی، سیاسی و اقتصادی امور پاکستان چقدر تأثیر منفی روی افغانستان داره و آیا افغانستان دستخوش چنین حوادثی خواهد شد از زمانی که شما حداقل شاهد هستید، از زمانی که جنگ پاکستان رخ داده و درگیری های سیاسی بین گروه های متفاوت احزاب متفاوت رخ داده، آیا تأثیر روی افغانستان گذاشته؟ اگر گذاشته این تأثیرها چه بوده و چگونه میشه جلوگیری کرد از اینکه حوادث کشورهای همسایه روی افغانستان تأثیر نگذاره؟ متاسفانه با توجه به ضعف‌های بسیار جدی که در حکمرانی کنونی حاکمان افغانستان وجود داره، ما چندان خوشبینی به حل تنش‌ها یا لااقل اتخاذ سیاست بی‌طرفی از سوی حاکمان در وضعیت کنونی پاکستان ما نداشت با افغانستان ندیدیم و خوشبینی هم وجود نداره، به دلیل از اینکه از یک طرف ایجاد تنش با کشورهای همسایه بر سر منابع آب از جمله ایران و از طرف دیگر کشورهای آسیای میانه با خصوص که از ناحیه باز هم مهار آب و کانال پشتپل به وجود آمده و از طرف نارضایتی بسیار عمیقی که حاکم کنونی و قبلی پاکستان از ناحیه همکاری های حاکمان کنونی افغانستان با طالبان پاکستانی داشتن، اینا همه عناصر و عواملی هستن که سبب فاصله میده با توجه به حمایت هایی که تمام این کشورهای منطقه از حامیان از حاکمان کنونی افغانستان داشتند. این نشان میده که افغانستان از این مسیری که خود این کشورهای منطقه تصمیم کرده بودن به یک طرف دیگه که منافع کشورهای بیرون منطقه از جمله کشورهای آمریکا و یا کشورهای اروپایی هست به اون سمت رو داده میشه و این سبب میشه که افغانستان هم بیشتر آسیب ببینه و بهترین سیاست در شرایط کنونی بود که سیاست بی‌طرفانه حاکمان کنونی افغانستان در قبال جریان ها و وضعیت کنونی می داشتن که متاسفانه با توجه به وابستگی های عمیق که وجود داره این سیاست بی‌طرفی امکان ناپذیر است. آقای فرهاد، این در کنار این که شما این بحران را دارید مطرح میکنید در درون افغانستان، اما از دیدگاه بعضی ها، البته شاید دیدگاه خودم هم همچین چیزی باشه، یک فرصت بزرگی هم برای افغانستان هست. شما ببینید ما در طول تاریخ با پاکستان مشکلات زیادی را داشتیم و پاکستان همیشه از صنعت تروریسم استفاده کرده و افغانستان را تضعیف کرده از هر نگاهی، از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، از نگاه فرهنگی، از نگاه ورزشی، حتی تاثیرگذار بوده این مقوله و تانسته که افغانستان را ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بکنه. اما آن بهترین فرصت برای افغانستان مطرح شده، اینکه ما نباید از حقیقت ها بگذریم. در درون جامعه امروزی، در درون جامعه جهانی امروز، تروریسم یک صنعت هست و همه کشورها به خاطر منافع خودشان از این صنعت استفاده میکنن. فکر نمیکنید که الان مهره به دست افغانستان افتاده و افغانستان میتونه با استفاده از صنعت تروریسم حداقل در درون پاکستان قدرت خودش را احیا بکنه و یا حداقل یک زمینه بچینه برای قدرتگیری بیشتر؟ فکر نمیکنید که الان یک مهره اساسی به دست افغانستان هست، افغانستان میتونه خوب بازی بکنه اگر درست استفاده بشه؟ بازیگران منطقه و جهانی همیشه دقیقاً طرف ها و برنامه هایی که در حوزه کشورهای متعدد و مختلف اعمال میکنن، اینا خود از اینا نیاز زمانی مشخص مد نظر بگیرن. در حقوق بین الملل یک بحثی که مطرح میشه بحث انزواست که کشورها به گونه خودخواسته در یک حوزه مشخص به حالت انزوا میگیرن، هیچ گونه فعالیت یا تعامل یا حرکتی در عرصه بین المللی ندارن تا بتانن از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی، از نظر سیاسی به سر پای خود ایستاد باشن و باز به خطهای و گفتن مطرح داشته شد. نمونه های از سیاست انزوا ما در خیلی از کشورها از جمله ژاپن، چین و کشورهای دیگه دیدید در طول سالیان گذشته، حتی کشور مثل کشور قدرتمند مثل عربستان سعودی، وقتی که در یک مرحله ای رسیدن که اینا میتونن حرفی و گفتن داشته باشن از نظر امنیتی، سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی، او زمان است که با وارد تعاملات
متوجه نمیشن. متاسفانه نه در شرایط کنونی و نه در قبل از اون حاکمان کنونی و گذشته افغانستان با چنین سیاستهایی را نداشتن و این توانایی اتخاذ چنین سیاستهایی را نداشتن به دلیل اون که و بسیار عمیق ایجاد شده بود و حتی در موضوعی که در بحران 20 ساله اخیر افغانستان این کشورهای منطقه بودند که با سیاست گذاری ها و همچنین با سرمایه گذاری بسیار بسیار کلان سبب شدند که نظام مردمی در افغانستان از بین بره و چنین وضعیتی به وجود بیاد. حالا با توجه به این شرایط و با چنین وضعیتی آیا حاکمان کنونی چنین توانایی را دارم که سیاست بی‌طرفی رو مال بکنن یا اینکه با اتباع سیاست های کنیسا اینا بتونن که جایگاه خود نشان بدن بقیه با چنین سیاست های بیشتر تنش ها افزایش پیدا میکنه بیشتر افغانستان به سمت یک بحران به پیش میره؟ بله، صحبت از حکومت مردمی شد، هرچند خود این مقاله بسیار مهمی هست و باید راجبش بازتاب بشه چون بسیاری ها به باورن که حکومت سابق حکومت مردمی نبوده. میگذاریم از او بس، اما یک مسئله دیگه هم هست. من حیث آخرین سوال میخوام از شما بپرسم، آیا فکر میکنید با تشنج ها و تشدید شکاف ها در بین قدرت ها در درون پاکستان باعث ای خواهد شد که زوال قدرت پاکستان در درون افغانستان رقم بخوره و افغانستان حداقل از جانب پاکستان آرام باشه؟ من فکر نمی کنم با توجه به عمق استراتژیکی که پاکستان در افغانستان تعریف کرده و بر مبنای از سرمایه‌گذاری بسیار کلان شده و تانسه که ارتش و دستگاه استخباراتی پاکستان حتی در 20 سال گذشته به گونه دو بزنه قدرت‌های استخباراتی جهان به منتقره، من فکر نمی کنم که برای پاکستان به زودی یا ندن پاکستان بلکه دیگه کشورهای به جودی زوال قدرت از اونو در افغانستان یا در ساحل ساحاتی که عنوان اون ویسر دیدی مطرح کردن به وجود بیاید. اما در دراز مدت امکان داره که با بیشتر با مردم پسند و با مهار منافع ملی داخلی شاید افغانستان بران ها به حدوشی نمیشه، اما به هیچ عنوان این سبب از این نمیشه که لاقل در کوتاه مدت ما شاهد از این باشیم که ساحه نفوذ کشورهای منطقه در افغانستان کم بشه، زیرا هر یک از این کشورها بر مبنای منافع ملی خود افغانستان به عنوان حیات‌الوطن اینا مد نظر دارن و همیشه اوضاع اخبار جریانات و همچنین تحولات به گونه جدی مد نظر دارن. دستگاه های مشخص وجود دارن، اگر نظامیان پاکستان فعلا رهبری نظامیان پاکستان درگیر هست در موضوعات سیاسی به سیاسیون بیموجود، اما این بیمانه نیست که تمام نهادهایی که در برازای افغانستان حاکم بودند و حاکم هستند اینا تعطیل شده باشند، بلکه برعکس اون نهادها بوده جدیتر در حال حاضر در حوزه‌های داخل افغانستان مداخله میکنند، مداخله خواهند کرد و اجازه نخواهند داشت که از اون سمت سوی که منافع ملیشون ترسیم شده افغانستان به سمت دیگر سوق داده باشد. بله، خیلی ممنونم از شما جیلانی فرهاد، روزنامه نگار از آلمان. ممنونم از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه خبرگستر بودید. تا دیدار دیگر و خبرگستر دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.